بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. همتنان عزیز، خواهران و برادران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. به فضل خداوند متعال و شوق و علاقه مردم ما به درس و تعلیم، امروز اکثریت قابل یادآوری اطفال کشور به مکتب می روند. اما در کنار این موفقیت، در بعض مناطق کشور به اثر تهدید طالبا، بعضا کم توجهی و یا عوامل دیگر، تعداد از اطفال ما از درس و تعلیم محروم ماندند که با گذشت زمان عمرشان از سن مکتب بالا رفته است. همچنان در بسیاری خانواده های هموطن که از مهاجرت عودت کردند، اطفال و نوجوانان دیده می شوند که سنشان بالاتر از سن مکتب می باشد. همتنان عزیز، با احساس مسئولیت در برابر تعلیم و آینده روشن تمام فرزندان کشور، برای تعلیم و فراهم نمودن زمینه کار و روزگار برای اطفال و نوجوانان که سنشان از سن معمول مکتب گذشته است، همه ما وظیفه داریم تا چاره های بسنجیم و برایشان سهولت های تعلیم و کار آماده کنیم. خانواده های محترم، این شمار اطفال و نوجوانان باید اولتر از همه فرزندانشان را به مکاتب سواد آموزی و آموزش حرفه ها بفرستند تا در کنار آموزش سواد حرفه هم یاد گیرند و یا هم در کنار آموختن پیشه با سواد نیز شود. اطفال و نوجوانان که از مکتب و تعلیم منظم مانده اند می توانند از این طریق هم با سواد شوند و هم صاحب پیشه گردند. باید تذکر داد که برای کارگران مسلکی و اونایی که حرفه‌ای و مسلکی هستند و پیشه یاد دارند، در هر جای دنیا با آسانی کار پیدا می شود. خواهران و برادران عزیز، اطفال و نوجوانان که از طریق مکاتب سواد آموزی و آموزش حرفه ها با سواد می شوند و حرفه می آموزند، با سپر نمودن همین دوره آموزشی کوتاه می توانند در جامعه صاحب کار و زندگی با عزت شوند و اگر بخواهند تعلیم بالا و زیاد کنند، راه برایشان باز می شود، زیرا می توانند از طریق مکاتب کلان سالان و همچنان مؤسسات تعلیمی شبانه به تعلیمشان ادامه دهند و با درجه عالی تعلیمی برسند. ولی اگر سواد و حرفه یاد نگیرند، کار معمولی را هم به تکلیف خواهند یافت. لذا به تمام خانواده های که اطفال و نوجوانان بالاتر از سن مکتب دارند یاد دهانی می نمایم که هیچ فرد خانواده خود را از آموزش سواد و حرفه ها به شیوه مسلکی به بهره نگذارند. همتنان گرامی، لله الحمد، اکنون در سراسر کشور مکاتب سواد آموزی و فراگیری حرفه ها به شیوه مسلکی وجود دارند. در اکثر مکاتب سواد آموزی برای یاد گرفتن حرفه ها سهولت ها موجودند و همچنان در مکاتب آموزش های حرفه ای و مسلکی کورس های آموزش سواد دایر می گردند. اگر در منطقه بود باش هر یک ما مکتب آموزش سواد و حرفه موجود نباشد، فرزندان خود را باید به مناطق نزدیک و یا مراکز ولایات خود بفرستیم تا از نعمت سواد محروم نمانند و حرفه ای را مطابق اساسات مسلک و شوق خودشان و صورت فنی یاد گیرند. اگر این کار را هم کردن نتوانیم، فرزندان محروم از مکتب خود را ضرور نزد ملا صاحبان مساجد دهات خود بفرستیم تا سواد بیاموزند و از علم دین بهره گیرند. اگر فرزندان ما سواد آموختند، شرایط برای پیشرفت و تعلیمشان بعدها نیز مهیا شده می تواند. تا صحبت آینده، خدا نگهدارتان، شاد و آباد باشید. سواد آموزی و فرا گرفتن حرفه را برای اطفالتان از یاد نبرید. خداحافظ.